ما توی یک کشوری زندگی میکنیم که در کمربند خشک جهان قرار گرفته و مهمترین و مشهورترین و ناماشناترین چشمندازهای بیابانی و کبیری جهان در همین قلمرو. به همین خاطر باید بسیار حواس مردمی که توی این منطقه زندگی میکنن به حفظ پایداری بومشناختیشون باشه. ما جزو کشورهای با پوشش جنگلی کم به اصطلاح قرار میگیریم. میانگین سرانه فضای جنگلی در کره زمین برای 7.8 میلیارد نفر ساکنینش حدود 0.8 هکتاره، یعنی ما کمتر از 1/4 به نسبت هر شهروند کره زمین سهم جنگل داریم. پس قاعدتاً باید میزان مراقبت ما، میزان حساسیت ما از رویشگاه جنگلیمون 4 برابر بیشتر از توجه جامعه جهانی به حفظ جنگل ها باشه. ما 8 میلیون هکتار از رویشگاه های طبیعی جنگلیمون رو از دست دادیم متاسفانه. اغلب گونه های ارزشمند رویشگاه های هیرکانی ما، افراها، راشها، ممرزها، اولنمازوها متاسفانه از بین رفتن. و در غرب کشور زاگرس چیزی حدود 15 تا 20 میلیون بلوط و بنه رو از دست دادیم در طول 15 سال گذشته. وضعیت در ارسباران در شمال غرب کشور به شدت وخیم و نگران کننده است. جنگل های ما در منطقه سمنان، میامی تا ارسنجان فارس، جنگل های طبیعی اطراف بختگان متاسفانه آر روز بسیار بسیار نگران کننده ای دارند. چیزی به نام پایه های جوان در بین این جنگل ها به ندرت میتونید ببینید. هرچی هست جنگل ها قدیمی و قدیمی تر دارن میشن و دیگه ما مجالی برای رویش دوباره جنگل ها نتونستیم به وجود بیاریم. پس بنابراین وضعیت بسیار بسیار نگران کننده ای ما داریم. 8 میلیون هکتار ما عرصه‌ای در ایران داریم که بدون آبیاری و فقط با کاشت درخت و حفاظت میتونیم اونجا رو دوباره جنگل بکنیم. ما شاهد این هستیم که میایم و با هزینه‌های بسیار گزاف در جایی که اصلا استعداد رویشگاهی جنگلی نداره درخت میکاریم، فارغ از اینکه بسیاری از این درخت‌ها نمایشی هستن. یعنی اگر قرار بود این درخت‌هایی که در طول نیم قرن اخیر در ایران کاشته شده الان به ثمر رسیده بود، ما باید نیمی از کشورمون الان جنگل می بود. یعنی به جای 20 میلیون هکتار دست کم 70 تا 80 میلیون هکتار ما باید جنگل می داشتیم که نه تنها نداریم که از همون جنگل های طبیعیمون هم متاسفانه 8 میلیون هکتار رو از دست دادیم. رویشگاه های زاگرس که میانگین بارندگیشون حدود 400 میلیمتر و رویشگاه هیرکانی ما که بیش از 1000 میلیمتر تا 2000 میلیمتره، فقط کافیه که قرق بشه تا اونجا بذرها بتونن جوانه بزنن، نهال بیاد بالا و دوباره عرصه در یه دوره 10 ساله تبدیل به یه جنگل واقعی بشه. پس تاکید میکنم که شما تو کار قشنگی که شروع کردید باید چند نکته رو رعایت بکنید. اول اینکه منطقه باید کاملا حفاظت شده باشه. دومی که جامعه محلی باید با شما همراه باشه و درک کنه که چرا شما میخواید این کارو بکنی. و سوم اینکه گونه هایی رو باید انتخاب بکنید که بومی منطقه باشه، خواهش های اکولوژیکش متناسب با توان در واقع اکوسیستمی و اقلیمی منطقه باشه و به هیچ عنوان از گونه هایی که تناسبی با اقلیم منطقه نداره استفاده نکنید. ویرگول، جایی برای نوشتن و خواندن.